سلام. آیا میدونید برای چی باید نمک یددار مصرف کنیم؟ اصلا یود اضافه شده به این نمک ها چقدره؟ چرا باید نمک با یود غنی سازی بشه؟ آیا یود اضافه شده به اینها آسیب پذیر هست و میتونه از بین بره یا نه؟ و یا چرا بعضن یه نگاه‌های منفی نسبت به مصرف این نمک‌های تصفیه شده یددار وجود داره؟ اگر علاقه‌مند به دریافت جواب این سوالات هستید که مطمئناً میتونه گامی باشه در جهت سلامتیمون، با من تا آخرین ویدیو همراه باشید. من نسرین مویدنیا هستم، دکترای علوم و صنایع غذایی. قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم لازمه این یادآوری رو داشته باشم که قبلا توی همین کانال ویدیویی داشتیم در خصوص شناخت انواع نمک‌ها که اگر اون رو ندیدید پیشنهاد میکنم بعد از تموم شدن این ویدیو حتما اون رو هم تماشا کنید. لینکش رو در بخش توضیحات همین ویدیو براتون قرار میدم. یود عنصر خیلی مهمیه در تولید هورمون‌های غده تیروئید. هورمون‌هایی که به نوعی در عملکرد همه سلول‌های بدن ما اثرگذارند. حتما در مورد بیماری گواتر یا کمکاری غده تیروئید شنیدید که افرادی که درگیرش هستن متاسفانه دغدغه‌های خاصی هم دارن. خب در این خصوص اگر علاقه‌مند باشید میتونید بخشی از گفتگوی کلاب هاوسی رو که به شکل ویدیوی کوتاهی در همین کانال بارگذاری شده با موضوعیت عوامل غذایی گواتروژن رو هم تماشا کنید. و اما مقدار یود موجود در بدن روی هم رفته حدود 25 تا 30 میلی گرمه که از این مقدار 70 تا 80% در عملکرد غده تیروئید داره کار میکنه و بقیهش طبیعتاً در نقاط مختلف بدن مثل خون یا غدد شیری خارمهای شیرده. خب و اما گفته میشه که مقدار کل مورد نیاز یود ما در طول زندگیمون حدوداً یک قاشق چایخوری شاید باشه، ولی این انقدر اهمیت داره که برای دریافت روزانه اون یه حد مشخصی تعریف شده. این حد مشخص برای افراد بزرگسال حدود 150 تا 200 میکروگرم هست. طبیعتاً برای کودکان کمتر از این مقداره و برای خانم‌های باردار بیشتر از این مقدار. و اما منابع غذایی یوددار کدوم ها هستند؟ بهترین منابع غذایی یوددار ما منابع غذایی دریایی هستند، مثل ماهی، میگو، خرچنگ یا حتی جلبک های دریایی که سرشار از یود هستند. البته ما یود رو توی لبنیات یا گوشت و تخم مرغ هم داریم، ولی مقدارش خیلی کمه. تازه همین مقدار هم بستگی به غذای اون دام و طیور داره و منطقه‌ای که در واقع غذای این دام و طیور از اونجا داره تامین میشه، مثلا خاکش که چقدر غنی از یوده یا به فرض منابع آبیش که چه مقدار یود داشته باشه، همه اینها در میزان یود این مواد غذایی تاثیرگذاره. یا حتی در مورد میوه ها و سبزی ها هم همینطوره، مقدار یودشون کمه و همون مقدار هم باز بستگی داره به خاک منطقه‌ای که توش پرورش پیدا کردن و حتی فراوری غذاها هم روی این مقدار یود تاثیر گذاره. پس میبینیم که ما منابع غذایی که یوددار باشه و در دسترس همه باشه رو زیاد نداریم، چون ممکنه که افراد به این منابع غذایی دریایی دسترسی کافی نداشته باشن. طبیعتاً اینجاست که سیاست غنیسازی مواد غذایی با یود به وجود میاد، چون در مورد اهمیتش متوجه شدیم که این عنصر چقدر برای بدن ما مهمه و بهترین گزینه برای غنیسازی نمک انتخاب شده. حالا چرا نمک؟ به خاطر اینکه اولا نمک چیزیه که همه افراد در روز اون رو مصرف میکنن و مقدار مشخصی هم برای مصرفش هست. دوما اینکه تأمین نمک هر خانواده بستگی نداره به شرایط و وضعیت اقتصادی اون خانواده، یعنی به راحتی قابل تأمین هست. از طرفی تکنولوژی غنیسازی نمک با یود هم کار پیچیده‌ای نیست و ضمناً این کار نتیجه خیلی خوبی هم داده در کشورهایی که اون رو امتحان کردن. پس می‌بینیم که همه این عوامل باعث میشه که نمک گزینه خوبی باشه برای غنیسازی با این عنصر با ارزش مورد نیاز بدن ما. غنیسازی نمک‌های تصفیه شده یدات در هر کشوری طبق استاندارد خودشون انجام میشه. در کشور ما هم طبق استاندارد ملیمون این غنیسازی در حد 25 تا 50 ppm صورت میگیره. یعنی بعد از غنیسازی نمک‌های تصفیه شده ما در هر گرم از این نمک‌ها حدود 25 تا 50 میکروگرم یود خواهیم داشت. این یود هم میتونه از نوع یدید باشه یا از نوع یدات باشه، یدید پتاسیم یا یدات پتاسیم، که البته نوع یدات بهتر از نوع یدید هست به خاطر پایداری بیشترش. حتی به خاطر همین موضوع هم هست که از طرف سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد شده که غنیسازی نمک‌ها با یود در مناطق گرمسیری و مرطوب بهتره که از نوع یدات باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که یود آسیب پذیره نسبت به عواملی مثل نور، نسبت به رطوبت و یا دما و حرارت. پس به خاطر همین هم باید به تاریخ تولید و مصرف اون در زمان خریداریمون توجه بکنیم، هم باید در شرایط نگهداریش دقت نظر داشته باشیم و هم این نمک ها رو بهتره که موقع پخت غذا به غذا اضافه نکنیم و بعد از اتمام پخت اون رو به غذا اضافه بکنیم تا حد اکثر مقدار یود موجود در نمک برامون حفظ بشه. در کنار همه اینها باید به دو نکته مهم خیلی توجه داشته باشیم. نکته اول اینه که حتما باید در مصرف همین نمک‌های تصفیه شده یوددار هم خیلی محتاط باشیم، چون که نمک دریافت اضافهش میتونه برای ما آسیب زننده باشه. حتی دریافت بیش از اندازه یود هم میتونه برای ما ضرر داشته باشه. به خاطر همین هم هست که در منابع علمی کاملا مشخص شده که افراد حداکثر مقدار مجاز دریافت یودشون باید چقدر باشه. از طرف دیگه افرادی هم هستند که بیشتر در معرض خطر کمبود این عنصر هستند، مثلا مثل افرادی که دسترسی به منابع غذایی این عنصر رو ندارن و در کنار این هم از نمک یوددار استفاده نمی‌کنن و متاسفانه از نمک دریا، نمک هیمالیا یا نمک صورتی استفاده می‌کنن و همینطور خانم‌های باردار و خانم‌های شیرده هم خطر کمبود این عنصر رو به مقدار بیشتری دارن که باید به این نکته حتما توجه خاص داشته باشن. و نکته آخری که خوبه بهش اشاره بکنم اینه که چرا بعضی از افراد بعضا نگاه منفی دارن نسبت به استفاده از این نمک‌های تصفیه شده یوددار. شاید به خاطر اون ترکیبات ضد کلوخه‌ای شدن یا آنتی کیکینگی هست که به این نمک‌ها اضافه میشه که اون هم هیچ جای نگرانی نداره وقتی که داره در حد مجاز و استاندارد خودش به این نمک‌ها اضافه میشه و کاملا اینها تایید شده است. حتما دوست دارم در یک ویدیو جداگانه براتون راجع به این صحبت بکنم که حتما شنیدنش میتونه براتون جالب و مفید باشه. از اینکه تا آخر ویدیو با من همراه بودید ازتون ممنونم. اگه این سبک اطلاعات رو میپسندید پیشنهاد میکنم مثل همیشه کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدیم باشید. نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما برام کامنت کنید. اگر این ویدیو رو هم دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. برای همتون سلامتی و عشق آرزو میکنم.